خب برام خدا، سوالی از جلسه قبل نداریم؟ تمرین ها رو دیدیم؟ سوال ندارم. صدای من خوبه؟ دیگه اینکه تمرینات میزنم تا اون تاریخی که گفتم تحویل بدیم. اگه هستن دوستای شما که این درس رو تو گروه عضو نیستن، لطفا بهشون بگید لینک رو برشون بفرستین عضو بشن. من جمعه دوباره یه پیامک فرستادم که اگر کسی عضو نشده دوباره عضو بشه. خب دیگه چی؟ خواص تبدیل کوری است که بعضیش رو دیدیم گفته بودیم که شیفت زمانی میشه ضرب در حوزه فرکانس، ضرب نمایی در حوزه فرکانس. اینا رو چجوری میشه ثابت کرد؟ ببینید شما تعریف تبدیل کوری ها رو که میدونید چیه. مثلا میگید که x امگا هستش انتگرال x t که به توان منفی j امگا t d t. حالا تبدیل فوریه شیفت یافته x یعنی x t منفی t سر، یعنی دوباره همون فرموله، فقط به جای x t باید x t منفی t سر بزن، میشه x t منفی t سر در این گروه منفی J امگا T D T. شما یه متغیر جدید تعریف میکنید، اسمش میذارید U، میشه انتگرال X U E به توان منفی J امگا. اگه U باشه T منفی T صفر، وقت تی میشه چی؟ یو به علاوه تی صفر منفی جی اومگا در یو به علاوه تی صفر. دی یو دی یو با دی تی برابر. اون وقت میگید که کدوم قسمت هستش که متغیر انتگرال گیری وابسته نیست؟ منفی جی اومگا در تی صفره که به متغیر انتگرال گیری وابسته نیست. این میشه ای به توان منفی جی اومگا تی صفر در انتگرال ایکس یو ای به توان منفی جی اومگا یو دی یو. این دوباره میشه تعریف تبدیل فوریه یا همون x امگا. چرا؟ چون به جای u به جای t من u گذاشتم. اینا همه از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت، پس این میشه e به توان منفی j امگا t صفر در x امگا. رو اینا مشکلی نداریم. ضمناً توی این مبحث هم من مثل همین تمرینی که به شما دادم ازتون سوال میپرسم توی امتحان، مثل همین تمرینی که انجام چند روز پیش براتون فرستادم، در حد همون تمرین. اول اگه سوالی داریم در این زمینه ها بپرسید.
خب اینجا نوشته CTFT، این یعنی چی؟ Continuous Time Fourier Transform، یعنی تبدیل فوریه پیوست زمان. یعنی که با هم بحث کردیم گفتیم که وقتی شما فشرده میکنید سیگنال رو، تبدیل فوریهش منبسط میشه. چرا؟ چون وقتی فشرده میکنید انگار سرعت تغییر زیاد کرد، وقتی سرعت تغییر میره بالا یعنی که فرکانستون بالاتر رفته. بعد دیگه خاصیت تزویجشه که میشه اگه شما در حوزه زمان مزدوج کنید تابع رو، در حوزه فرکانس هم مزدوج میشه هم قرینه آینه ای میشه نسبت به مبدا سونه بر وای. دیگه چی؟ دیگه این که اگر شما اون دو پیار بذارید و نذارید تغییرش تو تبدیل معکوس فوریه است. خاصیت دوگانی فوریه میگه که اگر ایکس تی تبدیل فوریهش بشه ایکس اومگا، ایکس بزرگ اومگا، وقت ایکس بزرگ تی تبدیل فوریهش میشه دو پی ایکس کوچیک منفی اومگا. این خاصیت دوگانیه، دوالیتیه. نکته بعدی اینه که اگر ایکس یک تی تبدیل فوریهش بشه ایکس یک اومگا، ایکس دو تی تبدیل فوریهش بشه ایکس دو بزرگ اومگا، اون وقت تبدیل فوریه کانوولوشن ایکس یک و ایکس دو میشه حاصل ضرب تبدیل فوریه ایکس یک و ایکس دو بزرگ. و این خاصیتی است که ما خیلی وقتها استفاده میکنیم، یعنی وقتی بخوایم کانوولوشن رو تابر به دست بیاریم با توجه به که کانوولوشن ممکنه پیچیده باشه عملیاتش، میریم میبینیم که هر کدوم از اینا، هر کدوم ایکس و ایکس دو در حوزه فرکانس چه شکلیه. اگر تو حوزه فرکانس ساده تر بود تو حوزه فرکانس اینا رو هم ضرب بکنیم، بعد این رو تبدیل فوریه معکوس بگیریم به حوزه زمان برش میگردیم. عکسش هم برقراره، یعنی اگر شما در حوزه زمان دو تا تابع رو با هم ضرب بکنید اون وقت در حوزه فرکانس شبیه اینه که بیاید تبدیل فوریه هر کدومشون رو حساب بکنید با هم دیگه کانوولوشن بگیرید در یک دو پیون ضرب بکنید. دیگه مشتق به یه تابع رو حساب بکنی انگار در حوزه فرکانس اینو در جی اومگا ضرب کردی، مشتق انومش رو اگه حساب بکنی در حوزه فرکانس در جی اومگا به توان ان انگار ضربش کردی. بعد از خاصیت دوگانی وقتی استفاده میکنیم میگه که اگر تی ایکس تی رو ازش تبدیل فوریه بگیریم انگار که از ایکس اومگا مشتق گرفتیم و در جی ضربش کردیم. انتگرالش چی میشه؟ انتگرال اگر در حوزه زمان انتگرال بگیرید از منفی به نهایت تا تی، انگار که در حوزه فرکانس بر روی یک روی جی اومگا در ایکس اومگا ضرب کردیم، به علاوه یه مقدار ایکس بزرگ صفر پی ایکس بزرگ صفر دلتای اومگا. خب حالا من یه سوالی بپرسم، ایکس بزرگ صفر یعنی چی؟
ایکس بزرگ به صفر بیاید با هم حساب بکنیم، یعنی امیگاش صفر دیگه، یعنی پس میشه انتگرال منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت ای به توان منفی، در واقع چطور به اینجوری بنویسیم، ایکس تی ای به توان منفی جی صفر تی دی تی که میشه چی؟ انتگرال منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت به x t d t، چون ای به توان صفر میشه یک. خب اون این x بزرگ صفر شد انتگرال x t d t، به اصطلاح میگن فرکانس صفر، فرکانس صفر میشه انتگرال کل تابع از منفی نهایت تا مثبت نهایت. این x بزرگ صفر معمولاً حاوی هیچ اطلاعات فرکانسی نیست، فقط داره میگه که این تابعی که دارید ازش تبدیل فوریه میگیریم این در حوزه زمان آیا یک متوسطی داره یا نه. بذارید یه صفحه سفید باز کنم. ببینید شما فرض کنید یه x t داشته باشید، این x t شما اگر به گونه ای باشه که به طور متوسط صفر باشه، یعنی انتگرال منفی، این سطح زیرمونگارش رو بیاد حساب بکنیم، مثبت و منفی ها همه رو با هم در نظر بگیریم، اگر از منفی نهایت و مثبت نهایت این هم مجموعش بشه صفر، اون وقت شما به اصطلاح میگید که فرکانس صفر نداره، این ایکس کوچیک باشه ایکس بزرگش میشه صفر، اگر چی انتگرال ایکس کوچیک تی دی تی از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت باشه صفر. خب حالا این انتگرال مثبت بی نهایت منفی بی نهایت چه تأثیری داره؟ آیا اطلاعات فرکانسی به ما میده؟ جوابش اینه که خیر، شما میتونستید یه ایکس دو بسازیم، ایکس دو تی مساوی با ایکس تی منهای انتگرال منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت ایکس تی دی تی. این ایکس دو تی رفتار در واقع فرکانسیش همه جا مثل ایکس تی الا نقطه صفر، یعنی ایکس دو امیگا در امیگا مساوی صفر هستش صفر. البته اینو من باید لیمیت یک تی هم میذاشتم، ولی تو گسسته این مسئله رو نداریم، میانگین بگیم دقیقا لیمیت یک تی همه ایکس تی منفی تی تا تی. بذارید یه صفحه دیگه بزن، ایکس دو تی مساوی با ایکس تی منهای لیمیت به سمت بینهایت یک تیوم منفی تی دوم تا تی دوم ایکس تا دی تا ایکس. اگر شما بیاد ایکس دو رو نوار بنویسین، حالا ایکس دو صفر میشه صفر، میگه فرکانس صفر نداره، فرکانس صفر فقط اون انتگرال است، هیچ معنی تغییراتی نداره. تو خیلی از مسئله ها که مثلا شما میخواید رفتار فرکانسی یه چیزی رو مطالعه بکنی، مثلا میگید ایکس امیگاش رو رسم میکنی دنبال پیک های فرکانسی هستی، مثلا چه میدونم کجاها پیک میزنه، بعد میگید همیشه توی صفر یه دونه پیک داری و این غلط اندازه، این پیکی که تو صفر وجود داره فقط همون انتگرال است، واسه همین میاد این عملیات رو انجام میدیم که در واقع این پیک صفر از بین بره، که یا رو پیک های دیگه تمرکز کنیم، چون پیک های دیگه یه معنی دارن.
مثلا فرض کنید که رفتار تناوبی کاربر رو نشون میده، چیزای شبیه. و خب شما که با چشم نمیبینید منحنی رو که به الگوریتم میگید، میگید آقا برو پیکای فرکانس رو به دست بیار. الگوریتم از کجا بدونه؟ میره اون فرکانس صفر انتخاب میکنه، میگه پیک من ماکسیمم پیک من تو صفره، و شما میگید این که به درد من نمیخوره که. بنابراین میرید از اول اون کاری میکنید که پیک صفر اصلا نیاد بالا، یا اینکه یا به این صورت در حوزه زمان تغییرات تو ایجاد، یا نه میگید شرط میکنید که اگه اف رو صفر بود من بهش نگاه نکنم. اون وقت باید مشکل، اگه شما این کار نکنید مشکلش چی میشه؟ مشکلش چی میشه که هولوش صفر هم باز بزرگه. لذا بهترین کار اینه که شما از اول در حوزه زمان تغییرات انجام بدید. بعدش هم رابطه پارسواله که میگه که انرژی در حوزه زمان و انرژی در حوزه فرکانس برابره، فقط اگر نسبت اومگا انتگرال میگیرید ولی یک دو پیون بذارید، اگر نسبت اف انتگرال میگیرید یک دو پیون نیازی نیست. خب این رو اثبات تا سه‌شنبه 25 قبل از کلاس. چی؟ میگه که اگر x کوچیک زوج باشه x بزرگم زوجه، اگر x کوچیک فرد باشه x بزرگم فرد. این تبدیل فوریه و این تبدیل معکوس فوریه زوج و فرد بودن رو حفظ میکنه. میگه که سیگنال x اگر حقیقی باشه شما بیاید مزدوجش بکنید و بعدش هم معکوس که قرینش بکنید، بازم خودش میشه. چرا؟ چون که x استار این میشه تبدیل فوریه x استار t، x استار منفی اومگا میشه تبدیل فوریه x استار t. بنابراین اگر x t حقیقی باشه x star t با x t برابره، پس تبدیل فوریه هاشون هم با هم برابر میشه. ما با این سرعت میگیم خوبه یا میخوای سریعتر کنتر جوری همچی خوبه؟ میگه که برای ها میگه چون که در واقع برای یک سیگنال حقیقی x بزرگ امگا با x استار بزرگ منفی امگا برابره، فرکانس های منفی همیشه با فرکانس های مثبت از نظر دامنه برابر میشن. بکنید اگه من از دو طرف این رابطه قدر مطلق بگیرم، قدر مطلق x w با قدر مطلق x star منفی w برابره، اما من میدونم که قدر مطلق یک عدد با قدر مطلق کانجوگیتش همیشه برابره، پس از اینجا نتیجه میگیرم که قدر مطلق x star منفی امگا با قدر مطلق x منفی امگا برابره. چیکار کردم؟ میگه که x امگا که با x استار منفی امگا برای سیگنال های حقیقی x برابرن. خب من میگم که x استار منفی امگا، اصلا x استار با x قدر مطلقش در هر صورت برابر، پس x استار منفی امگا با x منفی امگا قدر مطلقش برابر. نتیجه میگیرم چی؟ که x امگا قدر مطلقش با قدر مطلق x منفی امگا برابره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که وقتی من نمودار دامنه فرکانس رو میکشم برای سیگنال های حقیقی، من نیاز به بخش منفی ندارم چون دقیقا متقارنه، یه تابع زوجه.
پس سیگنال های حقیقی اگر دامنه تبدیل فوریه رو من فقط رسم کنم، این قدر مطلق ایکس بزرگ اومگا رو رسم کنم، یه تابع زوجه، من فقط نسبت قسمت مثبتش رو نیاز دارم بدونم. واسه همین وقتی میخوام به شما بگم که مثلا پهنای بام رو حساب بکنیم، پهنای بام سیگنال های حقیقی، وقتی مثلا تو مثال هم بود که توی تمرین ها بود، پهنای بام که میخوام حساب بکنیم، شما میخوام فقط به قسمت مثبت نگاه میکنیم، میگه فقط این چقدره، این میشه پهنای بام شما، این بندیکس شما میشه این بندویت پهنای باند میشه این تیک. این مبحث پهنای باند خیلی مبحث مهمیه. یعنی مثلا فرض کنید که الان میرید شما یه سرویس ADSL میخرید برای اینترنتتون، میگن آقا پهنای باند چند مگ میخوای، که در واقع ترجمه میشه به اینکه چه سرعتی رو میخوای. هرچی پهنای باند بیشتر باشه سرعت هم بیشتر میشه. پهنای باند اینجوری محاسبه میشه که شما در واقع اینجوری محاسبه میشه، ماکسیموم پهنای باند ممکنه یه سیستم اینه که شما بیای و تبدیل فوریه اون سیستم رو بگیری. توی ADSL اینجوری نیستش که بیاد در واقع سیستم شما رو تغییر بده به اون معنا که تبدیل فوریهش تغییر بکنه. نه، تبدیل فوریه سیم تلفن یه مقدار ثابتیه، منتها اون سرویس پرووایدر شما، شاتل، فناوا یا جایی که شما سرویس ADSL ازش میگیریم، اون میاد به صورت نرم افزاری یک لیمیتی رو برای شما میگذاره و بعضی وقتا مثلا زنگ میزنیم یا کیفیت در واقع اینترنت بده، اون میگه من برای شما کلن باز کردم، یعنی دیگه اون لیمیت نرم افزاری رو برداشتم، شما از کل پهنای باند سیم تلفنتون دارین استفاده میکنید. و اون موقع دیگه اگر مثلا سرویس شما اگر سرعت اینترنت شما بد باشه، اون موقع اون تلفنچی شرکت فناوا یا شاتل به شما میگه که خطتون مشکل داره، یعنی نویز داره مثلا خطتون. وقتی خطتون نویز داره از ظرفیت ارسال، از تمام ظرفیت ارسال نمیتونید استفاده بکنید، یا مثلا یه جایی تحت فشار سیم که پهنای باندش کم میشه، یا اینکه یه اختلال ایجاد شده، مثلا پیچی شل شده، در نتیجه نمیدونم نویز زیاد میشه و چیزهای شبیه این. ولی در هر صورت پهنای باند به قسمت مثبت تبدیل فوریه اطلاق میشه، چون قسمت منفیش عین همون. ما توی بحث سری فوریه گفتیم که اگر تابع ما متناوب باشه چی کار میکنیم. حالا میگه که برای تابع متناوب ما یه کلکی میتونیم بزنیم که بیایم تبدیل فوریه هم بگیریم. قضیه اینه که تبدیل فوریه برای سیگنال های متناوب بی نهایت میشه. چرا؟ چون که انتگراله بی نهایت میشه، انتگرال که میخواییم بگیریم. ما شرطی که برای وجود تبدیل فوریه داشتیم این بود که انتگرال قدر مطلقش کمتر از بی‌نهایت بشه. الان توی این سیگنال متناوب انتگرال قدر مطلق بی‌نهایت حتما میشه و بنابراین طبق تعریف اولیه تبدیل فوریه ما برای سیگنال متناوب تبدیل فوریه اصلا نداریم. اما اگر خیلی بخوایم متد خشخاش بگذاریم، اینا گفتن خب ما این میایم از تابع ضربه استفاده می‌کنیم برای اینکه مفهوم تبدیل فوریه رو بتونیم برای سیگنال های متناوب هم نمایش بدیم. یعنی عملا طبق تعریف اصلی ما تبدیل فوریه برای سیگنال متناوب نداره، اصلا دلتا معنی نداره، دلتا تابع نیست، دلتا یه تابع نما هست، یعنی برای مطالعه اختراع شده. دلتا توی ریاضیات یک معنی، ریاضیات دو توی حساب دیفرانسیل انتگرال تعریف نشد، اینو بعدا توی مشتقات جزئی و جاهای متفاوت معرفیش کردن. چرا؟ برای اینکه بتونن یه سری پدیده ها رو باش توضیح بدن. این اتفاقی هم که الان توی تبدیل فوریه سیگنال متناوب افتاده از همین جنسه. یعنی ما اومدیم از دلتا استفاده کردیم تا بتونیم یه حالت مدلی از رفتار سیگنال های متناوب در حوزه فرکانس ارائه بدیم. البته بگم اینکه این مدل هم خیلی مفیده، یعنی بعداً وقتی که ما می‌خوایم مبحث نمونه برداری می‌رسیم، این خیلی به کار میاد، این خیلی کمک می‌کنه.
حالا این مدل چی میگه؟ میگه که شما اگر بخواید از یک سیگنال متناوب تبدیل فوریه بگیریم، شما کافیه که سری فوریهش رو در نظر بگیریم، بعد بیاید سری فوریه رو در قطار ضربه به طور متناظر ضرب بکنیم. یعنی آیکا اینجا در واقع یه جورایی میشه گفت که سری فوریه است. شما بیاید این عناصر سری فوریه رو در دلتا ضرب بکنیم، این میشه تبدیل فوریه شما به فوریه سیریز کوفیشنز. آره دقیقا. یعنی شما مثلا فرض کنید که من بخوام یه ایکس آمگایی که ضرایب فوریهش آکا باشه تبدیل فوریه بگیرم، ایکس آمگا به صورت دلتایی میشه در همه اعداد حقیقی و مثبت و منفی، فقط توی این در واقع مقادیر صحیح میتونه مقدار بشه، چون مقدارش هم دلتایه متناسب با اون مثلا ضریبش، مثلا این آسه، این آدوه، این آیکه. شما این رو در درس سیگنال خوندیم. چرا این مفیده؟ چون میگیم بعدا که اگر ما بیاییم یه سیگنال متناوب رو از یه فیلتری رد بکنیم، اون وقت مثلا خروجی چی میشه؟ شما میگیم فیلتر رو این تبدیل فوریه اعمال میکنیم، این رو فقط همین چند تا رد میشن. تبدیل فوریه و طیف سیگنال ها برای اینکه مفهوم پرهنگانده ببین، اگر سیگنال شما تر و تمیز باشه، محدود باشه بینه، یعنی از یه جایی به بعد دیگه هیچی نداشته باشین، شما میگید که همونجا میشه پرهنگاند من. ولی اگر سیگنال شما تبدیل فوریهش مثل همون سینک باشه، یعنی تا بی نهایت ادامه داشته باشه، شما میگید آقا من ماکسیمو در نظر میگیرم، هر وقت یه ماکسیمو به نصف رسید اونجا میشه پرنگانده من. پس ببین پرنگان، اگر سیگنالی که شما داری تبدیل فوریهش از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت مقدار داره، در این صورت شما که نمیتونی بگی پرنگانش بینهایتی که، بعد میگه پرنگانده مفیدش کجاست، پرنگانده مؤثرش کجاست، میایی اون پیک رو در نظر میگیریم در صفر نمونم در صفر نمونم، بعد میگه نمونم از پیک کی به نصف رسیده، اندازه به در واقع اون میخوام به یک روی رادیکال دو رسیده، اندازه به یک روی رادیکال دو برسه توان به نصف میرسه. من امیدوارم که توی اون تمرینم با چک کنم تو تمرین اشتباه نکرده باشم. اندازه باید به یک روی رادیکال دو برسه که انگار به 3 dB کمتر میشه و توان در اون صورت به نصف میرسه، اونجا رو میگن پهنای باند. ولی اگر سیگنال شما یه جوری باشه که مثل این شکل باشه که پهنای باند محدود باشه، از یه جایی به بعد صفر باشه، این قدر مطلقه x اومگا مساوی صفر برای اومگاهای بزرگتر از b، در واقع قدر مطلقه اومگا بزرگتر از b، اگر قدر مطلقه اومگا بزرگتر از b نتیجه بدهد x اومگا مساوی صفر، این میگه قدر مطلقه نمیخواد، نتیجه میگیریم که پهنای باند ما میشه این کوچکترین بی که این شرایط رو ایجاد بکنه میشه پهنای باند ما. خب بعد میگه که فوری ترانسفورم LTI سیستمز. خب سیستم LTI چه در واقع اثری بر روی تیجوری در حوزه فرکانس دیده میشه؟ خب ما گفتیم که اگر شما یک سیستم LTI داشته باشید با پاسخ فرکانسی H، Xی که واردش میشه کانوالف میشه، Y میشه X کانوالف با H. بنابراین اگر من بیان در حوض فرکانس نگاه بکنم، کانوالوشن تبدیل ضرب میشه و من میگیرم Y اومگا مساوی X اومگا در ضرب در H اومگا، و این خیلی کمک میکنه برای مشخص یابی سیستم ها. چرا؟ چون که ضرب از
کامبوچن خیلی راحت تره. خب این که مبزی که درستون نمیخوایم بخونیم فیلترینگ. آره میگه مثلا یه فیلتر در نظر بگیم. فیلتر یعنی چی؟ یعنی یه سیستم LTI. فیلتر یعنی سیستم LTI. میگه که فرکانس قطع این فیلتر باشه مثلا امگا سی و این شد. پس این فیلتر پایین گذره، بگیم فیلتر پایین گذر چون فرکانس های پایین رو عبور میده. عبور میده یعنی چی؟ یعنی تو ایگلگ امگایی که اینجا به دست میاد از حاصل ضرب ایکس امگا در اچ امگا، برای امگاهای بزرگتر از امگا سی ایلگ امگا میشه صفر. یعنی فرکانس بالا رو رد نمیده. پس به اینجا پایین گذر. بعد میگه بالا گذر یعنی چی؟ یعنی اگر ایکس اگر اچ امگا شما دقیقا برعکس این حالت داشته باشه. این مثلا فرض کنید که اگر این قبلیه، من اگه بیام یک منهای اچ امگا رو اینجا حساب بکنم دقیقا میشه این بعدیه، صفحه بعد جایی که اون یکه این میشه صفر، جایی که اون صفره این میشه یک. پس برای امگاهای بزرگتر از امگا سی اچ امگای من مقدار داره. پس یک امگایی که از حاصل ضرب ایکس امگا و اچ امگا به دست میاد برای امگاهای بزرگتر از امگا سی میتونه بالقوه مقدار داشته باشه، پس میشه بالا گذر. خب ما فیلتر پایین گذر و بالا گذر کجاها ممکن استفاده بکنیم؟ به این پایین گذر، من یه بار به شما گفتم پایین گذر یعنی چی؟ گفتم مثلا مثالش این میشه که یه سرکارگری از بالا دستی خودش فرمانهای خیلی شدید و لحنی میشنوه ولی اینا رو ملایم میکنه به زیر دستی خودش تحویل میده. فیلتر پایین گذر دقیقا یعنی این، یعنی تغییرات شدید رو اثرشون رو جذب میکنه، یعنی ضربگیر. فیلتر پایین گذر یعنی ضربگیر. خب پس شما فیلتر پایین گذر رو چه موقعی نیاز دارین؟ وقتی که میخواین تغییرات شدید رو حذف بکنین از سیستمتون و این خیلی وقتا نیاز میشه. مثلا فرض کنید که یه سامانه‌ای دارید، سامانه پیشبینی قیمت سهام، و این سامانه شما میخواد که اگر تغییرات لحظه‌ای امروز وجود داره این تغییرات لحظه‌ای شدید توی پیشبینی شما در فردا اعمال نشه. مثلا فرض کنید که یه دفعه یه هجوم لحظه‌ای آورده شده تو اون ساعت آخر، اینو نمیخواید تأثیرشو بگذارید در خروجیتون، در پیشبینی کنندتون. پس میاد یه فیلتر پایین گذر میذاره که اون رفتارهای سریع رو از بین ببره. خب حالا فیلتر بالا گذر کجا ممکن استفاده میشه؟ فیلتر بالا گذر تو جلسه پیش برای اینکه ما صدای اون پرنده رو واضح تر بکنیم استفاده شد. یعنی مثلا خواستیم صدای اون کامیون رو در واقع حس بکنیم، چون کامیون صداش، فرکانس صداش پایین تر از فرکانس صدای پرنده است، ما میگیم از یه فیلتر بالا گذر استفاده میکنیم که صدای کامیون از بین بره. حالا میگه که حد بین فیلتر بالا گذر و پایین گذر فیلتر میان گذره. میان گذر یعنی که شما بیاید یه باند فرکانسی خاص رو در واقع عبور بدید. الان اینجا پهنه باند من میشه قسمت مثبت، این بندویت من توی این فیلتر بندویت میشه، این پهنه باند میشه، این میشه قسمت مثبت. خب فیلتر میان گذر کجا استفاده میشه؟ توی همه سیگنال های مخابراتی که شما میشناسید، یعنی همه این وسایل مخابراتی الکترونیکی که ارسال از راه دور دارن، مثلا
راوتر وای فای شما، گوشی موبایل شما، همه اینا یه فیلتر میان گذر دارن. چرا فیلتر میان گذر دارن؟ کسی میتونه بگه؟ الان فرکانس کار راوتر وای فای شما، راوتر وایرلس شما چنده؟ کسی میدونه؟ راوتری که تو منزل داری، راوتر وایرلس راوتر وایرلسی که شما در منزل دارین بسته به اینکه چه نسلی از وای فای رو استفاده میکنه یا 2.4 گیگاهرتز یا 5 گیگاهرتز. یعنی چی 5 گیگاهرتز 2.4 گیگاهرتز؟ یعنی اینکه اون سیگنال وای فای شما در طیف فرکانسی اگر بهش نگاه بکنید مثلا هولوهوش 5 گیگاهرتز این امگا رو بذارم اینجاها ارسال میشه. خب موبایل شما تو چه فرکانسی کارش انجام میده؟ بازم بسته به اینکه از نسل چندم موبایل استفاده میکنی و از کدوم اپراتور استفاده میکنی یه چیزی حدود 1 تا 2 گیگاهرتز. خب برای اینکه این سیگنال رو هم دیگه تأثیر نذارن، ببینید بازم اینجا فواید حوزه فرکانس رو میبینید. ببینید همزمانی که شما دارید یکی از اعضای خانواده داره با گوشی تلفن همراه صحبت میکنه، همزمان شما دارین از راوتر وایرلستون چی اطلاعات اینترنت رو میگیرین، دارین سر کلاس هستین. یعنی این سیگنال هر دوتاشون تو هوا وجود داره، همزمان وجود داره در هوا، هم سیگنالی که گوشی همراه دریافت میکنه هم سیگنالی که آنتن راوتر شما دریافت میکنه، و آنتن راوتر شما بخشی از سیگنال تلفن همراه هم بهش میرسه و آنتن گوشی موبایل بخشی از سیگنال راوتر شما به گوشی همراه میرسه. چطور میشه اینا با هم قاطی نمیشن؟ اینطور میشه که سیستم گوشی همراه اون قسمتش که مربوط به تماس های تلفنیه یه فیلتر داره به نام فیلتر میانگذر. فیلتر میانگذرش تو چه فرکانسیه؟ در محوریتش حدود همون فرکانس کارشه که مثلا فرض کنید که ممکنه نزدیک به 1 گیگاهرتز باشه. اون راوتر شما هم همینطور یه فیلتر میانگذر داره که حول 5 گیگاهرتزه، میاد هر چی دیگه بهش میرسه رو فیلتر میکنه، در نتیجه سیگنال گوشی موبایل که به آنتن راوتر رسیده حذف میشه، وارد سیستمش اصلا نمیشه که بخواد تداخل ایجاد بکنه. این آقای نامی چی میخواد بگه؟ خط رو خط که میشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید خط رو خط سیگنال گوشی همراه یه نفر روی سیگنال گوشی همراه نفر دیگه میفته. یعنی اینجا اینجوری نیست که دو تا استاندارد مختلف در واقع با هم تداخل داشته باشه، نه، هر دو تا استاندارد تلفن همراه هستن. خب یعنی اینکه مثلا تلفن همراه اینجا دیگه چون هر دو تاشون میانگذرشون مثل هم بوده، درسته، یه هر دوشون توی 1 گیگاهرتز بودن. قضیه ای که توی تلفن همراه، توی سیستم تلفن همراه با هم اتفاق میفته یه ذره با هم با این داستان فرق داره. یعنی اونجا مثلا فرض بفرمایید که بعد از اینکه شما فیلتر میانگذر رو اعمال کردین هنوز ممکنه که سیگنال مثلا فرض کنید 2 نفر دارن توی یه خونه با تلفن همراه صحبت میکنن، درست شد؟ 2 نفر همزمان دارن از با تلفن همراه توی خونه استفاده میکنن، یا نه 2 نفر در خونه های مجاور دارن با تلفن همراه با هم استفاده میکنن. اینا فیلتر میانگذرشون، فیلتر میانگذر اولیشون همون هولوش همون 1 گیگاهرتزه که به شما گفتم، ولی بعد از اون باید یه سری عملیات دیگه هم انجام بشه تا سیگنال یه گوشی همراه روی یه گوشی همراه دیگه نیفته. گاهی وقتا ظرفیت خط پر میشه و اون سیستم برای اینکه شناسه به جای که شناسه های متفاوتی به اون دو تا خط بده، به اون دو تا تماس تلفنی بده، شناسه های یکسان میده و در نتیجه شما صدای اون رو هم میشنن. این با در واقع لزوما مثل این قضیه که الان به شما گفتم نیست، این فرق داره چون هر دوشون یه استاندارده.
هر دوشون دارن از استاندارد مثلا نسل سوم گوشی همراه استفاده میکنن. پس کریتریون گذرشون در هر صورت یکی هست. چیزی که پیش میاد اون داخلشه، اون در واقع تخصیص منابعی که سامانه تلفن همراه بهشون میده، اون تخصیص منابع هستش که به خاطر پر شدن ظرفیت میفته رو هم. حالا ایشالله من اگر بتونم ببینم که میشه به شما این رو هم درس داد یا نه که تلفن همراه تقریبا چجوری کار میکنه. من ایشالله اگر بتونم این کار خواهم کرد. شما درسی به نام درس شبکه های کامپیوتری داشتین یا خواهید داشت در لیسانس؟ هنوز نگذارم. فکر کنم پیش نیازش همین درسه. بله؟ پیش نیازش این درس نیست؟ هنوز الان بعضی از شما گذروندین این درس رو؟ بسیار خوب. یعنی اگر گذروندین و توی درسی که شما گذروندین شبکه مثلا تلفن همراه رو نگفتن آنو باقانی؟ در مورد سیستم تلفن همراه در درس شبکه های کامپیوتری به شما گفتن یا خیر؟ بسیار خب. پس من ایشالله سعی میکنم که این مطلب رو در این درس به شما بگم. خب بریم جلو. خب حالا میرسیم به مدولاسیون دامنه. مدولاسیون دامنه یا AM، شما این رو در مخابرات یک هم خواهید دید. من خیلی گذرا بهتون میگم یعنی چی. ببینید برای این که یعنی الان اتفاقی که اینجا افتاد چی بود؟ مثالی که من اینجا زدم که دیدید که وای فای تو 5 گیگاهرتز کار میکرد و گوشی همراه شما تو هولوش 1 گیگاهرتز و این باعث شد که با یه فیلتر میانگذر من بتونم اینا از هم جدا کنم. چطور شد که این اتفاق افتاد؟ ببینید الان صدای من داره به شما میرسه، درسته؟ صدای من، صدای یک انسان بین مثلا 300 هرتز هست تا حد اکثر چند کیلو هرتز. پس صدای من حد اکثر 0 تا 3 تا 4 5 کیلو هرتز. خب حالا وقتی میخوام آواز بخونم احتمالاً پهنه‌بند صدای من میره بالا. ولی خب حالا یه نفر فرض کنید که صدای من داره از وای فای به شما میرسه، یه بار دیگه صدای من از گوشی همراه برسه، صدای من پهنای باندش در واقع همون 0 تا 3 هست. یعنی اگه صدای من رو چه از طریق راوتر وای فای بگیرید چه از طریق گوشی همراه، قاعدتا همون 3 کیلوهرتز رو اشغال میکنه. من برای این که بتونم از قالب وای فای برای شما صدا بفرستم باید این رو شیفت فرکانسی بدم بیاد تو 5 گیگاهرتز، و اگر بخوام از موبایل بفرستمش باید شیفت فرکانسی بدم صدای خودم رو برسونمش به 1 گیگاهرتز. برای این که من بتونم این کار بکنم باید چی کار بکنم؟ ما اگر باید این رو توی صفحه زبید ببینیم بخم دیگه این چه اتفاق بیاریم. ببینید پس این صدای من XT این ازش تبدیل فوریه بگیری، این یه چیزی میشه حدودا این شکلی، مثلا فرض کنید تا 5 کیلو تا بذارید من تا 4 کیلو صدای انسان اینجوریه. خیلی وقت از وقتی که آواز بخونه همجرش خیلی باشه قوی باشه این میره جلوتر، این چهار نیست میره جلوتر. خب حالا من میخوام یه بار صدای خودم رو از شبکه وای فای بفرستم، یه بار میخوام از شبکه تلفن همراه بفرستمش بیاد. من میام از یه خاصیت تبدیل فوریه استفاده میکنم. این چه خاصیتیه؟ میگه که شما بیا ایکس تی رو ضرب در ای به توان جی اومگا صفر تی بکن. اگه این کار بکنی چی میشه؟
تبدیل فوریه x t e به قوه j امگا صفر t میشه چند؟ میشه انتگرال x t e به توان j امگا صفر t. تا اینجا خود تابع شد فقط. تبدیل فوریه یعنی e به توان منفی j امگا t بشود. دیتی ازش بگیریم. بنابراین میشه انتگرال x t e به توان منفی j اومگا منهای اومگا صفر t dt. خب این تعریف چیه خانم حسنزاده مقیمی؟ تبدیل فوریه، تبدیل فوریه در چه نقطه‌ای؟ ببین اگر من به جای اومگا من اومگا صفر اومگا میذاشتم میشد چی؟ میشد x بزرگ اومگا، درسته؟ پس الان میشه این x بزرگ اومگا منهای اومگا صفر. درسته دیگه؟ تبدیل فوریه x t میشد x انتگرال x t e به قوه منفی j اومگا t d t، یا اسم بزرگ اسم دیگه میشد x بزرگ اومگا. حالا به جای اومگا من اومگا من اومگا صفر گذاشتم میشه شیفت یافته x اومگا، میشه x بزرگ اومگا منهای اومگا صفر. اگر رو این مشکل داری الان به من بگی. ببین این تبدیل فوریه x t در e به قوه j اومگا صفر t، اومگا صفر یه فرکانس ثابته، یه اومگا ثابته. من اومدم x t رو وقتی در e به قوه j امگا صفر t ضرب کردم و ازش تبدیل فوریه گرفتم، چون تبدیل فوریه x فقط شیفت یافته شد. بنابراین اگر من بیام تبدیل فوریه همین رو رسم بکنم، بذاری رنگ دیگه بزنم، تبدیل فوریهش میشه اینجوری. اینجا چیه؟ اومگا صفر. این میشه x اومگا منهای اومگا صفر. که هست چی؟ تبدیل فوریه x t e به توان j امگا صفر t. پس اگر من در حوزه زمان تابع رو در e به توان j امگا صفر t ضرب کنم، در حوزه فرکانس این شیفت فرکانسی پیدا میکنه. شیفت فرکانسی پیدا کردن چه خاصیتی داره؟ خاصیتش اینه که من اگر بخوام با هر استاندارد مخابراتی بفرستم میتونم، مثلا یه بار به وای فای اگه بخوام بفرستم اومگا صفر انتخاب میکنم 5 گیگاهرتز، اگه بخوام با تلفن همراه بفرستم فرکانس اومگا صفر انتخاب میکنم یه چیزی شاید نزدیک به 1 گیگاهرتز. درست شد؟ پس این خیلی چیز مفیدیه، این ابزار بسیار به درد بخوریه. به این کار میگن مودولاسیون، همین کاری که شما میایید با ضرب تابع اصلیتون در یه نمایی که مختلطه، در واقع در یه نمایی مختلط در فرکانس شیفت ایجاد میکنی، به شیفت فرکانسی میدی. این باعث میشه که شما بتونی تخصیص منابع بهتری، تخصیص منابع فرکانسی بهتری داشته باشی، و این که خیلی کار مفیده. مثلا ساده ترین مثالش اینه که شما ایستگاه‌های مختلف رادیویی دارین، یعنی از صدا و سیمای مثلا تهران، صدا و سیمای اصلی، شما ممکنه که چند تا کانال مختلف رادیویی همزمان در حال پخش باشن، همه‌شون هم دارن
همزمان از یک منطقه دارن به کل ایران ارسال میشن. چطوریه که تو توی در واقع توی یه خونه ممکنه دو تا رادیو داشته باشی و دو تا کانال مختلف رو ببینی؟ به خاطر اینکه هر کدوم از اون کانال‌های رادیویی این امگا صفری که انتخاب میکنن متفاوته. در نتیجه رادیو اول میاد یه فیلتر میانگذری با یه امگا صفر میذاره و یه کانال رو میبینه، مثلا رادیو جوان رو گوش میده. یه رادیو دیگه میاد امگا صفر دیگه ای رو متناظر با یه کانال دیگه رادیویی انتخاب میکنه، یه فیلتر میانگذر دیگه ای رو انتخاب میکنه و بعد کانال دیگه ای رو میبینه. به این میگن مودولاسیون. این سوالی روی این نداریم، روی بحث شیفت فرکانسی. یه مودولاسیون دامنه به اصطلاح. حالا ببین در عمل ما ایکس تیمون حقیقیه، کلان ما در عمل با سیگنال های حقیقی کار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما چیزی در عمل به نام ای به قوه جی اومگا تی شاید نداشته باشیم. واسه همین کاری که میکنن اینه که ایکس تی رو در مثلا کوسینوس اومگا تی ضرب میکنن. کوسینوس اومگا صفر تی ضرب میکنن. بعد تازه چی؟ میان یه کار دیگه هم میکنن. میان برای اینکه ایکس تی ممکنه که آ به علاوه کوسینوس به علاوه ایکس تی رو در کوسینوس اومگا صفر تی ضرب میکنن. حالا اینو شما کاری نداشته باشین باش، به دلیل ساده کردن پیاده سازی این کار میکنن. عملا دارن همین کار میکنن. عملا اینه که شما بیاین ایکس تی رو در کوسینوس اومگا صفر تی ضرب میکنی. اتفاقی که میفته اینه که شما یک اتفاق شبیه همین چیزی که توصیف کردیم میفتیم، که ایکس تی شما به اندازه اومگا صفر شیفت فرکانسی پیدا میکنه، میره توی کانالی که هولوگوش اومگا صفره و در نتیجه خدمت شما عرض کنم که در نتیجه میتونید سیگنال های مختلفی رو همزمان ارسال بکنیم بدون اینکه تداخل داشته باشن. حالا یه چیزم بگم، وقتی شما به جای ای به قوه جی اومگا صفر تی در کوسینوس اومگا صفر تی ضربش میکنی، عملا داره چه اتفاقی میفته؟ ببینید کوسینوس اومگا صفر تی رو میتونید بنویسید چی؟ ای به قوه جی اومگا صفر تی به علاوه ای به قوه منفی جی اومگا صفر تی دوم. بعد اومگا صفر تی برای ای به قوه منفی جی اومگا صفر تی دوم میشه کوسینوس اومگا صفر تی. بنابراین وقتی میسید ایکس تی کوسینوس اومگا صفر تی، یعنی میسید یک دوم ایکس تی ای به قوه مثبت جی اومگا صفر تی برای یک دوم ایکس تی منفی جی اومگا صفر تی. بعد اگر ازش تبدیل فوریه بگیریم، به خاطر مثبت میشه یک دوم ایکس بزرگ اومگا منهای اومگا صفر، به خاطر منفی میشه یک دوم ایکس بزرگ اومگا بر اومگا صفر. در نتیجه شکلش رو در حوزه فرکانس اگر ببینیم، هم صدا رو مثلا در نظر بگیریم، یه بار به اندازه اومگا صفر میره جلو، یه بارم به اندازه اومگا صفر میاد عقب. سیگنال حقیقیه دیگه، سیگنال حقیقی همیشه متقارنه در حوزه فرکانس. پس هرچی تو قسمت مثبت داریم
حداقل در دامنه اینجوریه، هر چه توسعه مثبت داریم توسعه منفی فرکانس ها میبینیمش. ولی عملا این مفهوم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی که شما با تغییر امگا صفر میتونید سیگنال های مختلفی رو ارسال بکنید. به این میگن مدولاسیون دامنه. اینجا هم توضیح شده دوباره داده. که شیفت فرکانسی جد. حالا انواع مختلف داریم تو ای ام، دابل ساید بند، سینگل ساید بند، که اینا دیگه الان تو این درس نیاز نیست من دقت بکنیم درش. در مخابرات یکی به شما میگن. خب دیگه چی؟ ایکوالیزیشن. ایکوالیزیشن میشه همون کاری که شما برای در واقع واضح کردن صدای پرنده دارین انجام میدیم، اون ایکوالیزیشن در واقع. دیگه چی؟ سامپلینگ و اینترپولیشن. سامپلینگ داستانش خودش یه مبحث مجزا میطلبه. اگر اجازه بدین این رو خب سامپلینگ رو اجازه بدیم ما برای یه جلسه دیگه بگذاریم.